بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. فرا رسیدن نوروز، نوروز نشاط آفرین، دوباره جان یافتن طبیعت و زمین، حلول سال 1401 هجری شمسی را به شما ملت عزیز و سرفراز ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم. تقارن عید سعید نیمه شعبان، ولادت با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، با تلیعه سال نو را به فال نیک میگیرم. از خداوند متعال فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خواستارم. نوروز نماد و تبلور تمدنی ارزشگراست، تمدنی فرهنگساز و معنویتگرا که اوج فرهنگ برآمده از خداپرستی، خانواده دوستی و صلح گستری است. نوروز امسال لحظه تحویل قرن است. در نگاه کلی قرن 14 قرن انقلاب اسلامی ملت عزیز ایران بود و این انقلاب در تاریخ درخشان باقی خواهد ماند. انشاءالله قرن آینده قرن ظهور و اعتلاء تمدن اسلامی ایرانی برآمده از انقلاب شکوهمند اسلامی باشد. قرنی که مردم مسلمان ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه خود را از زیر سلطه استکبار و استبداد دست نشانده رها کرد و استقلال و آزادی را با استقرار مردم سالاری دینی در قالب نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه کرد. ملت عزیز و قهرمان ایران، اینجا نماد ایستادگی شماست، مسجد جامع خرمشهر. در 8 سال جنگ تحمیلی شرق و غرب عالم در یک جبهه واحد در برابر استقلال خواهی ایران صف کشیده بودند، اما امروز برای تعامل با ایران با یکدیگر رقابت می کنند. این عظمت ملت بزرگ ایرانه. ملت ایران از گردنه‌های سخت و پیچ تاریخی با سرفرازی و حفظ استقلال عبور کرد. البته همچنان از کید دشمن غافل نیست. قرن 15 قرن نقش‌آفرینی فعال ملت ایران، و یا به عبارت روشن‌تر بگویم قرن ایران اسلامی است. همه اقوام ایرانی، اهم از فارس، لور، کرد، آذری، بلوچ، عرب، ترکمن، همه در خدمت به این آرمان ملی حرکت می کنند. همه ما یک خانواده هستیم با سرنوشت مشترک، خانواده ایرانی. دولت در 7 ماهی که از آغاز کارش میگذره نشان داد با آنچه که میگوید مصمم است عمل کند. گفتیم که کرونا را به توفیق الهی و کمک مردم مهار میکنیم. الحمدلله انجام شد. گفتیم که کشور و اقتصاد را معطل برجام نمی کنیم. همه دیدند که در عین انجام مذاکره و به کارگیری ابزارهای سیاسی و حقوقی برای رفع جنایت تحریم، اما تمرکز خود را بر خنثاسازی تحریم ها قرار دادیم. همه دیدند که از همان ماهای اول چگونه ظرفیت های معطل مانده را به لطف خداوند متعال و کمک مردم فعال کردیم. خوشبختانه نشانه های رشد و ثبات اقتصادی و افزایش
چشمگیر ارزش تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در این مدت پدیدار شده. ما تجارت با همسایگان را به نفع مردم افزایش دادیم. گفتیم که هدف گذاری اصلی دولت مهار تورم و اعمال سیاست‌های تورم زداست. به توفیق الهی این حرکت آغاز شد و امروز شیب تورم در سه ماهه آخر سال کاهنده شد. آمارها نشان می‌دهد و گواه بر این مدعاست. گفتیم که چرخ تولید را با قوت به حرکت در می‌آوریم. آمارهای رسمی که هنوز تا پایان سه ماهه سوم است نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به بالای 5% رسیده است. گفتیم که از همه ظرفیت‌های کشور برای سرعت دادن به پیشرفت و آبادانی کشور استفاده می‌کنیم. همه شاهد بودند که چگونه برای هموارتر کردن مسیر خدمتگزاری دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی راه باز شد و همه در کنار هم به خدمت رفتیم. امروز همه نهادهای انقلاب اسلامی با دولت در کنار یکدیگر قرار دارند و همه در کنار مردم قرار دارند. برخلاف مقاطعی که دائما مسئولان از تریبون‌ها علیه یکدیگر بدگویی می‌کردند و مردم را نگران می‌کردند، با همکاری و هماهنگی قوا و همه نهادها تلاش شد اختلاف نظرها به داخل جلسات کارشناسی منتقل گردد و تریبون‌های رسمی را به محل تزریق روحیه امید و همگرایی برای حل مشکلات کشور تبدیل کردیم. گفتیم که منافع و امنیت مردم را با هیچ چیز معامله نمی کنیم. همه دیدند که افزایش توان دفاعی و موشکی و فضایی کشور در اولویت قرار گرفت، چون امنیت کشور در اولویت است. امیدواریم که دولت ما دولت صادق الوعدی باشد. به وعده‌های داده شده در زمان خودش عمل بشود. دولت شما مردم با دیپلماسی فعال تعادل را به سیاست خارجی بازگردانده. بزرگترین دستاورد کشور در این سالها شکست مفتضحانه سیاست فشار حداکثری امریکایی ها بوده که با مقاومت ملت ایران این شکست میسر شد. عزیزان و مردم بزرگوار ما، اداره کشور را از مسیر درستی شروع کردیم. سرنوشت ملت را در دستان بیگانگان جستجو نکردیم. دوگانه سازی و فاصله گذاری که تضعیف کننده قدرت ملت کنار گذاشتیم. ما نشان دادیم که قدرت میدان به نفع قدرت دیپلماسی است. دیپلماسی می تواند در خدمت سلامت باشد. روابط خارجی را در خدمت اقتصاد جامعه به کار گرفتیم و این همون معنای دولت تحولگرا و عدالت محور. ملت عزیز ایران، بدانید من از رنجهای شما به صورت مستقیم با خبرم. در سفرهای استانی، در ملاقات عمومی با مردم اون رو لمس کردم. در 7 ماه از کار دولت تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و کنترل تورم انجام شده و همچنین توجه خاص به اقشار ضعیف داریم و انشاءالله پس از این نیز خواهیم داشت. در طول مدت شروع به کار دولت بسیاری از کارگاه‌های تعطیل و نیمه تعطیل به مدار تولید بازگشته. در سال جاری انشاءالله مسئله اشتغال مسئله اول ماست. بیکاری منشأ همه مصیبت‌های اقتصادی و اجتماعی است و حمایت از تولید در صدر برنامه‌های دولت خواهد بود. برنامه‌های زیادی در این مدت در راه اندازی پروژه‌های کلان ملی و طرح‌های منطقه‌ای پیگیری شده. در حوزه تولید مسکن، مهار تورم، ایجاد اشتغال اقداماتی انجام شد
که انشاءالله به زودی نتایج اون در کشور مشاهده خواهد شد. به حول و قوه الهی و بدون تردید امسال ملت ایران نتیجه استقامت و ایستادگی خود رو خواهند دید، کما اینکه در گذشته نیز نتایج استقامت و مقاومت اونها روشن شده. امیدوارم سال جدید، سال پایان یافتن کرونا در سراسر جهان و خاتمه جنگ و آوارگی در همه کشورهای جهان باشد. اولین پیام نوروزی این جانب به عنوان خادم جمهور از این منطقه، از سرزمین عزیزتر از جان ایران، در واقع پیام کار تلاش شبانه روزی و بیوقفه برای ساختن ایرانی قوی و پیشرفته است. هیچ ملتی و هیچ کشوری بدون کار متراکم و استفاده از حد اکثر منابع انسانی و طبیعی به جایی نرسیده. سال جدید و قرن جدید برای همه ما باید آغاز دور جدیدی از کار مولد، مفید، ثمر بخش و پیشرفت آفرین باشد. یاد همه مجاهدان، شهیدان و ایثارگرانی که برای رسیدن به سربلندی اسلام و ایران عزیز در قرن گذشته کوشیدند و در رأس آنان امام بزرگوارمان که بیشک خورشید تابناک قرن 14 است، گرامی می‌دارم. بار دیگر نوروز و شروع سال جدید را به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و برای همه شما در سال جدید آرزوی موفقیت، سلامت، خوشبختی و پیروزی دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.